راز چهارم اینه که بر آرامش درونی تمرکز بکنید در دل طوفان هم یه آرامشی نهفته است مهم نیست که در هر زمانی از روز چه اتفاقی بیفته هرچه مسائل به نظر مشکل و پردرد سر بیاد و هرچقدر هم که بخوایم کارهای زیادی رو در, در آن واحد انجام بدیم باید فقط به خلوتگاه درون خودمون برگردیم و آرامش درونی پیدا بکنیم برای دسترسی به این خلوتگاه درونی چشماتون ببندین و روشنایی آرام و ملایمی رو درون خودتون تصور بکنین این فضا جاییه که زربان قلب شما به فرمان شما آروم میتپه به اونجا برین از دور دست استاد معنویتون رو از راه میبینید که میرسه به شما در گوشتون زمزمه میکنه و میگه هر جا میتونین خوبی کنین در هر چیزی میتونین به هر شکلی که میتونین هر وقت که میتونین به هر اشخاصی که میتونین و تا زمانی که میتونین و راز پنجم از اون چه که هستین راضی باشین بدن وسیله زندگیه نه جوهر اون اونقدر که ما انسانها با ظاهر جسمی خودمون مشخص میشیم یه درخت با تنش مشخص نمیشه تجربیات ما باید مثل شاخه های درخت به ما شکل بده ولی این کار رو نمیکنه فقط جوهره وجودمونه که با شرایطی محیطی از بین نمیره شکسته نمیشه و یا در معرض دید و بررسی دیگران قرار نمیگیره وجود داشتن پرمعنا و پرمفهومه من وجود دارم من هستم من اینجا هستم من در حال شدن هستم تنها من هستم که زندگیم رو میسازم. سازم هر کدوم از ما انسان ها در این دنیا مأموریت خاصی داریم با کمک کردن به دیگران و مهرورزی به اونا باعث تکامل روحمون میشیم رسالت اصلی ما در این دنیا بیدار شدن و بیدار کردنه و زندگی ما به منزله یک سفره و هدف نیست. منظور از بیداری فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوایای زندگیه. مثل بیداری روحی، بیداری جسمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بیداری به زمان، مکان و خلاصه در یک کلام اگه بخوایم بگیم بیداری الهی